سه تا سوال میگیریم. شما بسیار کوتاه، مختصر و مشخص سوالتان. من یک سوال داشتم. ما به حیث محصل در بعضی کنفرانس ها یا بعضی ورکشاپ ها اشتراک کرده، همه میان به مورد حقوق زن داد میزنن، میگن زن باید این حقوق داشته باشن، یا مثلا ما این کارها رو در مورد زن ها من خوشنند در این زنها یا پروژه های خیلی بزرگی میگیرن، اما هیچ کاری هم انجام نمیشن. من از خانم کوفی به حیث نماینده زنان یا به حیث نماینده پارلمان یا شخصی که در پارلمان به حیث نماینده مردم ملت بزرگم، شما گفتین فرهنگی عدم خوشنند باید نهادی نشوند. شما به حیث یک نماینده یا به حیث یک نماینده زن در پارلمان چی پیشنهاد های برای امور وزارت امور زنان و حقوق بشر چه پیشنهادهایی داشتین یا چه کارهایی را خودشون انجام دادین؟ تشکر از شما. و یک سوال اول فرمایید شما. یک شریک است به نوی در کارهای نظام دولت بیستو. من یک مورد خانم کافی اشاره کرد، گفتم که سنگسار از خود حدود دارم، شرایط دارم مشخصا. یعنی میخوام بپرسم کدام حدود و کدام شرایط. و بعدش شما به عنوان فعال زن و نماینده پارلمان، نماینده زن و در این حال مبارز حقوق بشر و عدالت انتقالی با حدود، با اون نوع سنگسار موافق هستید؟ اگر مثلا سنگ کلانتر نه، سنگ خورتر در سر بخشانه و فرخانده بخونن و او حدود چی است و شما موضوع شما در قبل از او چه نخواهید؟ تشکر از شما. و یک سوال دیگه؟ بله شما. فارغ روانشناسی و همچنین نقاش. فقط من این سوال داشتم از خانم کوفی که نماینده مردم هستند در پارلمان. وقتی که فرخنده و او قسم فجی شهید شدن و رخشانه سنگسار، شما چی کردن؟ بعد از او برای مازانو چی کار کردن؟ تا کسایی که هست مردم او جرات رو پیدا نکنن تا دوباره یک چنین فاجعه ای را برای ما رقم بزنن. ما دوستی داشتیم که در سرک تهدید شده بود که این کار رو نکن وگرنه تو را هم قسم فرخنده میکنن. چی کار کردن تا ما دیگه فرخنده نداشته باشیم؟ فقط سوال ما همیست. تشکر از شما خانم کوفی. سه سوال بود. یک سوال می بود که چی شوه تا فرهنگ عدم خشونت نهادی نشوه یا مبارزه با خشونت نهادی نشوه. البته تنها کار یک نهاد یا یک فرد نیست، کار مجموعی از نهادهاست. شما در عرصه کاری خودتان در محیطی که هستین، محیط تحصیلی مسئولیت دارین، کسانی که در رسانه ها هستن، ماهایی که در پارلمان هستیم، کسانی که در حکومت و نهادها هستن. کاری که مربوط ما مشخصا، ما ایسی کسی که در کمیسیون امور زنان هستم، ما به می دلیل قانون من خشونت خواستیم که تصویب شوه. قانون من آزار و اذیت که فعلا مقرره است که شما گفتین در روی سرک مثلا اذیت و آزار میشن، ما سر پیشنهادش کار داریم تا این مقرره من و آزار و اذیت به یک قانون تبدیل شوه. برای از اینکه مقرره سطح تطبیقیش پایین تر است، هرچند سطح تطبیقی قانون متاسفانه در افغانستان پایین است، ولی برای از اینکه ما به حق خود برسیم، اول ضرورت است که تا حقوق تسجیل شود در قوانین، باید جایگاه قانونی پیدا کنه. یک مثلا ما روی قانون من و آزار و اذیت هم کار میکنیم، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما و شما وقت مثلا توییتر هم که باز میکنیم یک عکس یک قربانی است، وقت فیسبوک هم باز میکنیم، با دای روزا بسیار معمول هم شده کسانی که در اردوی ملی شهید میشن، در پلیس ملی، اونا هم با نمو خشن است ما عکس یک مرده را ببینیم. برای ذهن خود ما با مو چهره خونپرشان در رسانه ها میمونن. وقتی شما تلویزیون هم روشن میکنین، متاسفانه فرهنگ خشونت به نوع ترویج میشه. ما امید ما است که ما به سهم خود در ساختن قوانین که مسئولیت ماست ادا کنیم و رسانه و دوستای ما که بیرون از پارلمان هستن سهم خود ادا کنن. در قسمت حدود ما فکر میکنم یک غلط فهمی شد دوست ما که پرسان کردن. البته ما یک کشور اسلامی هستیم، قوانین افغانستان مطابق شریعت ساخته میشه، منتها ما در موارد قوانین وضعی داریم، یعنی قوانین ساخته شده و جزای یک جرم هم پیش بینی شده، مطابق قوانین افغانستان باید برخورد صورت بگیره. جایی که متاسفانه در اواخر شما دیدین که قوانین به بازی گرفته شد و به جایش افراد آمدن که حتی فهم و دانش هم ندارن. من این مثال برزی به شما مطرح کردم که حتی اگر محکمه هم در یک کشور حکم بکنه که حد جاری شود،
شرایط تطبیق حدمون نیست که اینا انجام دادن. اینا ناشی از ذهن خشونت آمیز خودشان است که میرن یک سنگ با امون ناراحتی و عقده درونی خود بیرون میسازن. ما فکر میکنم ما افغانستان کشوری است که بدون کدام ریزرویشن یا به اصطلاح قید فیصله نامه رفت کلیه تبعیض علیه زنان را پذیرفته، به این معنا که ما تمام قوانین خود بدون قید و شرط مطابق فیصله نامه من کلیه تبعیضات علیه زنان میسازیم که متاسفانه اوتور نشد. ما حتی وقتی ای را امضا میکردیم ریزرویشن نداشتیم که متاسفانه چنین نشد. حتی همون قوانینی که به قول شما 35 سال 40 سال قبل ساخته شد، قانون مدنی افغانستان که در اونجا سن سال ازدواج هم مشخص است، شرایط ازدواج دوم یا تعدد ازدواجات هم مشخص است، حتی امور امروز در قوانین وقتی میارین در قانون منخشات امور هم نمیپذیرن یک تعداد. بنان ما با قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هستن فکر میکنم باید عمل شوه، و اگر با این قوانین عمل شوه ما کمتر میتونیم که حداقل امو بی‌عدالتی های اجتماعی را داشته باشیم. تازه اگر حتی محکمه هم حکم کنه حد در هر کشور باشه، حالا با شما موافق باشیم یا مخالف باشیم، امی شیوه درست نیست. این شیوه ناشی از کم آگاهی و عقده روانی یک تعداد افراد بی سواد است متاسفانه که تا فهم دین ندارن. شما در قضیه فرخنده دیدین، ما که عضو کمیته بودیم، تمام کسانی که فرخنده را کشته بودن خواندن قرآن شریف نخوانده بودن، فیصدی بسیار بلندشان خواندن نوشتن بلد نبودن. در مورد رخشانه و فرخنده چی شد که یک نمونه است؟ خب چیزی که مربوط ما میشه، من شما تشکر میکنم که شما بسیار توقع بلند دارین از ما، و من خوشحال هستم که توقع بلند وجود داشته باشه، چون وقتی آدم مسئولیت بزرگ میپذیره توقع مردم ازش می داشته باشن. شما از ما توقعی دارین که یک حکومت باید این کارا رو انجام بده، ولی من خوشحال هستم که شما از ما این توقع را دارین. ما در مورد فرخنده آخرین معلوماتی که خدمت شما میخوایم بتم این است که قضیه فرخنده به دلیل خلای تحقیقاتی، به دلیل مشکلی که در تحقیق وجود داشته، فعلا دوباره فرستاده شده به سارنوالی که سارنوالی مخلای تحقیقاتی رو رفع کنه و پس دوباره بفرسته به ستر محکمه یا محکمه تمیز به اصطلاح. ما بسیار امیدوار هستیم که این کار زودی لوی سارنوال، ما میبینیم که این کار در یک مدت زمان بسیار کوتاه صورت بگیره، برای اینکه قضیه فرخنده از اولم بر خود سیاسی شدم رایش و بسیار به سرعت محکمه گرفته شد، بسیار به سرعت دوسیه ترتیب شد، تحقیقی لازم بود در آغاز هم انجام نشد، اینا دوباره به خلای تحقیقاتی فرستادن. در مورد رخشانه آنچه که مربوط ماست، ما در کمیسیون خود برای که اینجا خانم ثاقبم تشریف دارن، منایف هم هستن، بله عمیره جان هستن، برای اینکه اونها یک جلسات ما که ما از نهادهای مدنی هم دعوت کرده بودیم، ما برای حکومت یک ماه زمان دادیم که برای دستگیری عاملین قتل رخشانه اقدام کنن. یک ماهشان تقریبا در حال پوره شدن است. ما به زودی جلسه خود داشتیم که اینا چی اقدام کردن برای دستگیری رخشانه، ولی من میفهم وقت کم است و ما باید زودتر. یک چیز میخوایم خدمتتون بگیم که فرض کنین اگر حکومت اقدام نکنه برای دستگیری عاملین قتل رخشانه، ما نمیتونیم، ما در پارلمان اول خوزنا امی اتحاد نداریم، استاد بیشتر مطرح کردن، دوم به می اندازه مردای طرفدار نداریم، با توجه به اینکه مسئله حقوق زن و حقوق بشر یک مسئله بسیار جالب نیست، به یک تعداد اینجا مسئله قرارداد نیست، مسئله پول نیست، مسئله نیست که یک تعداد پولدار شون، مسئله بسیار چالش برانگیز و خطرناک و در نهایت هم دستاوردش بسیار کم. بنان شما توقع نداشته باشین که حتی اگر در یک ماه دستگیر نشه عاملین قتل رخشانه، ما بتانیم وزیر داخله را سلب اعتماد کنیم، ما بتانیم رئیس امنیت ملی را سلب، این کار ما نمیتانیم، برای اینکه ما هم آهنگی را میان زنان نداریم و با می اندازه مرد طرفدار نداریم در مسائل مربوط به زنان که ما را حمایت کنند. بنان ما در بعض موارد پذیرفتن عجز ما شجاعت ما را نشان میده. آنچه که مربوط ما میشه انجام میدیم. نتیجه چی است؟ امیدوار هستیم تا یک لحظه دیگه حداقل ما بتانیم یک فضای ایدئال برای خود ایجاد کنیم. تشکر. تشکر خانم کوفی. بله خانم مصدق شما کوتاه. من فقط یک دو نکته را میخواستم که اشاره بکنم. بازم دوستای ما انتقاد خواهد کردن که من رای حل پیشنهاد نمی کنم. اگر وقتی که اولین شلاق زدن توسط محکمه ابتدایی در ولایت غزنی و به تعقیبش برملای عام شلاق زدن در ولایت غور، اگر عاملین از او که قاضی های بر حال خود دولت افغانستان بودند، اگر اینا محاکمه می شدند، اگر اینا مؤاخذه می شدند، اگر دولت او شلاق زدن ها را جدی می گرفت، امروز ما شاهد سنگسار شدن رخشانه نمی بودیم. وقتی که در غور یک خانم از طرف محکمه ابتداییه برملای عام شلاق زده می شه، وقتی که چند وقت پیشش در ولایت غزنی یک خانم به عین کار
توسط محکمه در حضور اعضای شورای ولایتی به شلاق زده میشه، وقتی که دو نفر در ولایت نیمروز به زن ای که اینا اختطافچی هستند توسط مردم فقط دو هفته قبل از مرگ فرخنده اینا تا سرحد مرگ لتکوب میشن و جنازه های از اینا در چراهی در شهر چخانسور آویزان میشه و مشاور حقوقی رئیس جمهور آقای محمدی در فیسبوک خود شهامت مردم شهر چخانسور ولایت نیمروز می ستایه و میگه که امروز مردم چخانسور نشان دادن که اونا اختطاف دیگه قبول ندارن و اینا از خود شهامت بی‌نهایت نشان دادن و دو نفر محاکمه صحرایی کردن، اجساد از اونا را به دار آویختن. پس شما فکر کنین که اینا همش پیش زمینه های میشه برای قتل فرخنده ها، برای قتل رخشانه ها و همچنان. آنچه که مهم است و آنچه که لازم است، دولت افغانستان باید هیچ نوع تحمل را باید در این قسم قضایا نشان نده و باید هر کسی که عاملین این قضیه است، رئیس است، وکیل است، وزیر است، هر کسی که است، اونا را باید به پنجه قانون بسپاره، اونا را مورد مؤاخذه قرار بده تا از همچون حوادث جلوگیری شود. در غیر از او رخشانه ها، فرخنده ها و بسیار کسای دیگه را ما همچنان قربانی خواهد دادیم. تشکر. من مطمئن هستم که سوالای زیاده وجود داره، اما چون فرصت اندک است شاید نتونیم به دور بعدی پرسش و پاسخ بریم. از خانم گروس میخواییم که به صورت کوتاه سخنهای آخرشون بزنن، پس از او بس فکر میکنم که زمان اجازه نمیده که ما بحث خود ادامه بدیم. خانم گروس. بله، ما پس میخوایم به نکته که گفتم که باید ما یک پروگرام برای حقوق بشر شروع بسازیم. این به حد مهم است. ببینین چقدر موضوعات مهمه، هم خانم کوفی و هم خانم مصدق گفتن و هم در سوالای شما بود. ما فکر میکنیم که حل کل از این سوالا، از این مشکلات در ظرف یک ماه، یک شش ماه، یک سال، دو سال شوه. امکان نداره. به هیچ صورت امکان نداره. از او خاطر ما از این میترسم که ما اینقدر توقع داریم بدون از این که برنامه داشته باشیم. و برنامه به حد مهم است. من نمیگم شما کدام سه یا چهار یا پنج نکته را بگیرین، اما به صورت علمی اگر کار کنین باز اولویت ها خودشان معلوم میشه. به حد مهم است. من میفهمم که دکتر صاحب عبدالله کاملا امرای ماست، 1000% امرای ماست. ای که درست است که یک سیاستمدار یا یک صدراعظم نمیتونه کل توقعات برآورده بسازه، در تمام جهان است. آقای اوباما امروز مشکلات داره، صدراعظم انگلستان امروز به خاطر همین مشکلات داره و در افغانستانی که ما اینقدر بحران داریم همه سیاستمدارای ما مشکلات دارن. حساب کنین که در یک هفته چند بحران در افغانستان می آید. گیج کننده است. پس بیاین یک جای کار کنیم. همین پروگرام بسازیم و راستی سال آینده کل ما بشینیم بگویم اینی کارا شده. تشکر. تشکر از خانم گروس. ما یک بار دیگه اظهار امتنان میکنم از مهمانای نهایت گرامی، سخنرانای نهایت عزیز، خانم نسرین گروس، مشاور ریاست اجرایه در امور فرهنگی، همچنان از خانم حوریه مصدق، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل، و همچنان از خانم فوزیه کوفی که به عنوان نماینده مردم در پارلمان افغانستان حضور داره و همچنان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص در زمینه دفاع از حقوق زنان مطرح بوده و شناخته شده. تشکر از همه ایتون، خیلی سپاس. و یک یادآوری بسیار مختصر، یک وقفه کوتاه برای صرف چای و بعضی چیزای دوستا آماده ساختن داریم، اما پس از اون به خاطر داشته باشین که یک بخش مهم برنامه باقی مانده که عبارت از اعدای جایزه صلح سیمرغ است و
که پس از او هم با کنفرانس ببخشید با کنسرت موسیقی سوی استاد وحید قاسمی ادامه پیدا میکنه و مهمتر از او که جایزه مراسم تفویض جایزه صلح سیمرغ با سخنرانی آقای مارک جورج سفیر سوئیس در افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد. پس با ما بمانین و با برنامه بمانین. وقت خوش.